إلى الخروج في تظاهرات شعبية يطلق عليها تسمية يوم المظلومة. تظاهرات در عراق علیه حکومت مالکی از سوی جریان صدر. تلویزیون التغییر: تمامی اقشار مردم عراق از شمال تا جنوب در این تظاهرات شرکت داشتند. پیام مقتدی صدر به تظاهر کنندگان: برای نجات عراق از دندانهای وحشی فساد و افکار فرقه گرایانه و از کسانی که بر کرسی‌های پوسیده نشستند صدایتان را بلند کنید. تلویزیون التغییر در گزارش خود درباره تظاهرات روز شنبه در عراق گفت: امروز شنبه 15 مارس تظاهرات صدها هزار تن از هواداران جریان صدر و همچنین از اقشار مختلف مردم عراق برگزار شد. در تظاهراتی که استان ناصریه شاهد آن بود، وزرای جریان صدر شرکت کردند و در کنار مردم ایستادند و سیاست ظلم و به حاشیه راندن از سوی دولت عراق را رد کردند. این پیام روشنی بود: مردم عراق ظلم را رد می کنند. در این تجمع مردم از اقلیم کردستان تا بصره شرکت داشتند. حتی تعدادی از شیوخ عشایر از استان الانبار و استان دیالی و استان موسل نیز شرکت کرده بودند. شماری از مسیحیان عراق نیز در این تظاهرات شرکت داشتند. به گزارش تلویزیون التغییر، مقتدی صدر در قسمت‌هایی از پیامش که خطاب به شرکت کنندگان قرائت شد گفت: سلام بر شما ای مردم عراق، به خاطر ایستادگی شرافتمندانه شما و برای نجات عراق از دندانهای وحشی فساد و افکار فرقه گرایانه و از کسانی که بر کرسی‌های پوسیده نشستند و فقر و بدبختی را بر مردم تحمیل کردند. کرسی هایی که پوشالی تر از بیت العنکبوت است. شما صدای مظلوم هستید. شما صدای فقرا هستید. پس صدایتان را برای خلاصی و نجات عراق بلند کنید تا مرحله سیاسی آینده مرحله شما باشد و برای حفاظت عراق از دزدان و فرقه گرایان، کسانی که هرچه انتخابات نزدیک تر می شود آب دهانشان برای جنگ سرازیر می شود تا کرسی های خودشان را تثبیت کنند. ولی صدای خلق ها برتر و بالاتر از صدای ظلم و ستمگران است. تلویزیون البغدادیه در گزارشی از تظاهرات هواداران صدر در استانهای جنوبی از جمله زیغار و کربلا گفت: به رغم بسیج گسترده نظامی و شبه نظامی مالکی برای ممانعت از برگزاری این تظاهرات، به ویژه در کربلا، هزاران تن از شهروندان در این تظاهرات شرکت کردند. البغدادیه گفت: مقتدی صدر در پیامی به این تظاهرات، تظاهر کنندگان را به مبارزه با فساد و تروریسم و فرقه گرایی و مشارکت فعال در انتخابات فراخواند. تظاهر کنندگان خواستار احترام به آزادی ادیان و رد بنیادگرایی شدند. تظاهر کنندگان همچنین خواستار ممانعت از تصفیه نژادی و احترام به اراده خلقها و حق آنها در تعیین سرنوشت خود و رفع ظلم از شهروندان و تقویت اصل جابجایی مسالمت آمیز حاکمیت در عراق شدند. به گزارش تلویزیون التغییر، استاندار میسان در مراسم روز مظلوم که جریان صدر آن را در شهر ناصریه در استان زیغار سازمان داده بود گفت: همه مردم عراق مظلوم هستند و جنگیدن با ظالمین وظیفه همه است. تلویزیون البابلیه نیز گفت: استاندار میسان بر ضرورت مشارکت در انتخابات آینده برای نجات از فاسدان تاکید نمود و خواستار خارج کردن بیگناهان از زندانها شد. وی گفت: شرکت در انتخابات آینده در پاسخ به فراخوان مقتدی صدر برای انتخاب نمایندگان سالم و اصلح و خلاصی از فاسدین بر همگان واجب است. We'll be right back.